بینده های عزیز تلویزیون خورشید و برنامه همنوا سلام. امیدوار هستم که روزهای پربرکت ماه مبارک رمضان به خوبی و به خوشی سپری کنین. امروز باز هم مهمان یکی از هموطنان ناظرین ما هستیم که وضعیت زندگیشان خوب نیست، در فقر و بدبختی به سر میبرند. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم تشکری میکنیم از اسپانسر برنامه، شرکت آلیفورد با بیش از 35 سال تجربه، بزرگترین تولید کننده آب میوه های طبیعی، شربت آب میوه های گازدار و نوشیدنی مال در سایز ها و بسته بندی های متفاوت از ایران میباشد که لذت و سلامتی را برای شما ارمغان میآورد. نیچ و دیگر ایچ. سلام مادر جان، خدمت شما خورکای نازنین. سلام، تشکر که ما را موقع دادین که بیایم از روزگار زندگیتان خبر شویم و مشکلات زندگی که دارین. تا حالا در پشت پرده بوده که کس از امی حالت زندگی شما خبر نداشته تا به حالا که شما چی رقم زندگی میکنین. تشکر از اینکه موقع دادین که ما بتانیم صدای شما را به گوش هم بدنهای ما برسانیم. تشکر از شما که آمده به زامت شده خبر ما غریب آره رفته. زنده باشید. مادر جان میتونین شما خود معرفی کنین، کی هستین، از چه وقت دیج زندگی میکنین، از روزگار زندگیتان شما قصه کنین و ما مشنویم. نام فرزانه است، خیمه چمن ببرک زندگی میکنم. دیگه شوهر معتاد است، کارگر خانه ندارم. اینیم بچه هکم از گنگه است، یک بچه هکم 13 ساله، پیرار سال مای روزه، معتر زدش ده هفته روزه. معتر زدش شهید شد. دیگه نانوار خانه هیچ کس ندارم. اینیم دوتا دخترکایم است، اونو او دوتا یک ریزه است، 4 دختر است، 3 بچه است، 2 بچه است. اینیم دوتا یک است، اونم گنگه است، کام نداره، اینی بچه هکم است. دیگه خودم نانوار خانه استم، میرم در خانه مردم کار میکنم. فرشوی، کالاشوی، خانه پاکی، یه چیزی که باشه که تمی زنها یک دو تا زنها میجه است که تزمی هم بیرم کار میکنم برای اولادم نان پیدا میکنم. از چه وقت در اینجا زندگی میکنیم؟ تقریبا 7 سال میشه میجستیم. قبل از کجا زندگی میکنیم؟ قبل از دیگه در بیمارو خانه هم کاکایم بود، در خانه زو همسایه بودیم. بله. باز شوهرم خوب بود، کار میکرد، دیگه زندگی ما خوب دیر میشد. بعد از او شوهرم معتاد شد. دیگه ری سفید هم است، پیر است، کار کردن نمیتونه، معتاد شد. بعد از او دیگه روزگار زندگی لغ شد. بازم یک نفر پیدا شد، گفت که تو کرای خانم داده نمیتونی، کارگر هم نداری، خیبه اینجا تو خیمه است، خیمه بزن همینجا، یک چیز کمک هم برات میشه، یک کار مارم کده میتونی، نزدیک مارکیت هم است، همی اولاد اکایت یکان چیز جیم کنه بیاره پردید میشه. باز من اینجا آمدم یک خیمه زدم، دیگه از خودم خیمه مونجا چپه شده، در این بارانک ها چپه شد. باز خوشویم است، ایورم است، و پاکستان رفتن، یک مریضی داشتن، همونجا رفتن. باز من کالاک های خود اینجا آوردم، فرش کردم، به خاطر خودم هم مریضی دارم. دیگه زوفیت میه سر و مرسا زیره و رخ میشم. من سینی چپ من بچه یک موتر زد، تشویج گرخونی دانه پیدا کرد. دانه پیدا کرد، با زیره پاکستان رفتم، ماینه کردم و عملیات کردم. دیگه زیاد پشت ماینه تا ویایم گشتم، کتم کمک زیاد کردم. بازم رئیس برام دوای همیگان دوای چیزی که میشه کمک میکنه. دیگه اینی دوای مس هر قدر که دوا خوردم غورگی سینم زیاد شده رفت، کم نی زیاد دوا گرفتم، میخوام یک چیزش کمش از. دیگه شما چی تکلیف داره بغلتان؟ نه نمی سینی چپم دانه است، دانه بود، کشیدم دانه را، اف ما دانه بود، بسیار خرابم کرده بود، میخوام تو هر سال زوف میکردم. باز رفتم پاکستان عملیات کردم. عملیات سرطان بود دیگه، همو چیز گفته، همو چیز گفته. دیگه من دل خود قدر جای نمیتم، هر چی که باشه من قدر غیرت دارم، تا وقتی زنا کنم بسته نشه اولاد خود از دست نمیتم، چرا کس ندارم. دیگه اینی نه کلش ما اینا تایم است، میتونی که ببینی دروغ دارم نیست. اینی عکسای ما عکسای مسنی ما، این باز اینی از عملیات پاکستان ما، اینا نتیجه کلم دمی است. باز اینی بغلم دیگه حالا قدر چوچه داده برآمده، دیگه سوخت میکنه، می دستم چشمم کاتش درد میکنه، یک بدنم بسیار درد میکنه، اینی تمام جانم این قسم شده، این قسم شده بسته جانم از. دیگه اینم حالا دستای خدا نشون دادم، میتونم دیگه ایستای من کل جانم گرفته از تشویش سوخت. دیگه این بچه مرا در ایالت رسان، چیز کاریگر نه، چیز یه اولاد جوانه بی بی، خیمه را بی بی، این بدبختی بیخی. دیگه مرا هر سات رنج میده، کل اگه میگه که تو پشته وقت تشویش نکو، جگر خونی نکو، خیر از بانک جور شوی، خوب شوی. من هم بازو خم که در دل خانه که تو خوب پس در آمدن این ایستا که آدم نبره. دیگه بسیار اینم تو حالت بد، خاطر ام دوتا دختر جوان، دیگه قدر او رایش خدا نمیارم که نیمه مریض است. میام مرا میگن مادر که میم سرم درد میکنه، یا ایجم مادر بروی رو پیش دکترت، من میفهم که نه جور شدن این نباشه، یک چیز دیگه چی پشتش بگردی، کم دوا چیز دو. بسیار دوا گرفتم، زیاد شده رفت کم نی، همین تقریبا نیم سینه ما شق کردن کشیدن. نال یک سیش مانده و سیش هم دیگه باز دیگه دانه برامده، اینم قدر دستم باره نو سر زده. آلی دستای دانه چی کده؟ نید نمیفهم. پیش دکتر رفتیم؟ در ماینه خانه شخصی خواه رفتن نمیتانم، در
کلینیکا یا که میرم یکان دوای درد میتا پرستمولی چیزا میتا دیگه میگه خوب میشی خاله جان تشویش نکن دیگه که نکن گم میشد جان دینه نمی دواره میتا بس خلاص میگه ماینه خانی شخصی من رفتن میتونم که پشت خود برم بگردم که چرا خم میشه میرم در پار سال مای روزه یک نفر برم یک ده هزار پک و مکت دینه میجا آمد یک آجی بود امینو ماینده گفتش که نمی سینی از دانه داره هفت اولاده کایش هسته یک شوشی نی رقم باز کشی ده هزار پک مرد داد دونمو را گرفته پاکستان رفتم یک چیز کتم کمک هم کدن رفتم هم سینی مدانیش کشیدم یک چند وقت خوب بودم خوب بیشتی های نان هم میامد دگاه میامد سرگنگ سیم هم جور بود نیتونستم کار کده اینالو باز که سر زده دگه چوچه داده اینالو بیخی دگه یک طرف ما اما تو سوخت میکنه مرچوار سوخت میکنه حالا توان ازیر ندارین که دوباره بریم پاکستان ببینیم معاینات تان هم سالم نه دیگه اگر تاون شم میداشتم خب میرفتم من پشت خود میگشتم از کل چیز کده خب ساعت مهم است که نمیو کلش زیر پر بال خودم است اگر من نباشم زندگی از چی خواد شد که تو پدر اونو بچه ایم از کام نداره گفت زده نمیتونه در یک دوکان که روانش میکنم برو بچه ایم یک در پک موز بیار یک چیز بیار پس میگیریان کده میگم مرا گنگه میگن نه گفت زده نمیتونم اونو دختر اکم صرف پنج مکتب است اینه ای صرف هشت است دمی حالتم اینه ای صرف شش بود دیگه بعد از او که روزگار زندگی خراب شد باز بولانی پخته کردیم از مکتب چیز مان دیگه نشت خورک قند چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنم؟ به خاطر که نمی کسی بود نداریم نمی یک مادر بس به ما نان بیاورد دادوار قریبه بود دیگر کلا ندارم پدر ندارم پدر ما تو دیگه نیز بگیرش بیخی نیز در خانه نمی یه شب روز یک افتا بود افتا بود ما اینو تو میزنیم از تو غانی بینیم اما ایده کدم میزنه نه تو کوب میکنه بیاری پیسه بیاری باز مگریزم سر نماینده میرم میگم تو بیا چی حالا گرفته چی روز نگرفته باز مگریز از پیش کلی که باش از کرار سر من نمیاره باز یک افتا گم میشه شب روز تک تنها بخدا شرفه میشه زاری میترقمی کس نمیه سر من ده تو یک جایی که زیر خیما همراه دخترکای جوانت زندگی میکنی مشکل خود زیاد برات است نمیخوایم سوال کنم که مشکل است نیست من میفهم که بسیار زیاد برات مشکل است آیا نمیترسین آیا ترس از این ندارین که خدای نخواسته یک دخترکای جوان است شرایط بسیار خراب است ده تو یک جای شما زندگی میکنین چطور کنیم راش نیست دیگه خورک شما مکتب میرین؟ شما رو میفرستم نه؟ اجانا؟ نه من تا صرف پنج خواندم بازم مشکلای خانه دیگه پدر مسکار بر آمد و چین بازم بیادرکم که زنده بود بولنی پیزی میکردم مای روزه مکت مادرم بولنی پخته میکردم و میداد میبردن مفروختن دیگه خوشتوکار نگاه میکنم مادرم که میره کار کردم خوشتوکار نگاه میکنم خانه رو جمع جورو پاک کاریشم میکنم نگه این کار خانه رو میکنم مکتب رفته نتونستم خورک قن خودت میری مکتب؟ بله صنف چند هستی؟ صنف هشت صنف هشت هستی خب برو شکر که حداقل مکتب میرین دو دخترک های خوردم مکتب میرن؟ نه او صنف اول از سوشم صنف اول خوره ماندم دکتر ام سازا گفتم که ما بسیار کتش مشکل داریم گپ از آده نمیتانه سر تخته نشته کده نمیتانه بازم زور کدم اما شنیده میتانه؟ آه گپ شنیده میتانه خوب سعی کامش کام نداشت هیچ کام نداشت شوهرت کجا میباشه مادر جان؟ نه از بودنش خبر ندارم کجا می باشه یک روز یعنی میجه کراچی استاد بود چاش بود من میجه خواه بودم گنگز بودم این دختر آمد گریان کرده گفت مادر گفت و مگو بخی که کراچی را گرفته پدر میکشه بیرون میبره من رفتم از پشتش غال مغال سر صدا را انداخت و گفتم حال توی هم یک کراچی سو میاریم حال توی را میبری چی رقم زد کتم این مش دمیریم پیسا هم نمیتی بازه تو سرما چی ها میکنی بانک ببرم سودا کنم ندارم ما پیسی عمل خود از کجا پیدا کنم خب غال مغال کردم رفتم نماینده را صدا کردم کراچی را از پیش گرفتن تقریبا یک ماه گم شد نامد دیگه سر تپی سرای شمالی هر جایی که گیرش آمد هر جایی که خوش بکنه موجه میره میباشه هر جایی که روز باشه شما کوشش نکدین که ببرین شفاخانه بسترش کنین که خوب شوه نه تر گفتمش چندین بار گفتمش همیجا دکتر آدمی کمپ آمد کسایی که موتاد است نامش دادیم برش که بره بستر کنه چیز کنم و دکتر ها چیزا رو میفهمم میگریزم پت میشه میگه من نمیکنم شما چی کار هستی که مرا بری بستر کنی مرا سر ماوی یخم اندازم قال مقال سر صدا باز میره گم میشه باز میره درست نمیده خدا عمر شوهرتان چقدر باشد چند ساله هستن از پینجا بالا باشه از پینجا بالا من بسیار خود بودم مرا برای زود آدر مثل بزور وارد مرا یک وقت نمی وظیفه بود پدر ما بچه نداشت دو تا دختر داشت خلاص باز بچه همه میشه بیگانم نیست
باز پدر مختار داده بود که نمی دختر اگه با من میتی خوب خوب نمیتی باز زندگی خکلتان در خطر می باشه. ای کتن دن پوستا بوده گا. باز پدر مجبور شد که بیا خوارزاده ایم از خیر سمیره برای زمین میتم میشه سایه دفته و از دفته و دستای مرا کش کنه پیشم باشه. اتای تو روز شد که پدرم آمد مرا لد کرد. پدرم که آمد ریسفید گفت چرا تو میکنی دست خدا به دست مختار اولاد گفت اولاد خدا دادم خودم ریسفید دیگه گرفت که کلزت پدرم دندانایش میده کرد. بسیار کارا رنجار استش که این منال دیگه بیخی دیگه دیوانه شده پاک دیوانه است. وقتی که نوارسی کردین چطور بود وضعیت زندگیتان؟ از اون وقت کارسی که امروز خوبی رو ندیدیم که تیادم هیچ تا که بود پدرم یک دو سال پیش خود گرفته بود این می دخترکم که پیدا شد یک دو ماه سه ماه پیشم بود دیگه ای پدرم مرا زیر پر بال خود گرفت. وقتی که دید مرا گفت برو بچه این پس تا چون خط بگی از این نفر بیام تو را نگاه میکنم زندگیت خراب میشه. ما گفتم دیگه نه حال دیگه نمیشه حال خدا دی دیگه حال مردم بد میگه چی رقم کنم که تی اولادم دیگه گفت برو خیلی که ایده قبول کردی برو دیگه هر جایی که میدی. باز یک دو سال رفتیم خانه ایورم همسایه بودیم یک میرفتم مارکیت کراچی و نیست سرس کار میکرد میاورد یک هزار پکرا برم ایورم میدادیم که تم زندگی میکردیم دیگه بعد از او هم کشیدیم ما. باز آمدیم در خانه همسایه نشینی که آمدیم باز هم تا یک نفر پیداش گفت اینجا خیمه است تک مردم خیمه زده شما ده ای حال روز گفت مردم های جور جور رفته پیسه داره اونجا خیمه زده شده تو که به این حالت هستی هیچ کاریگر نداری تو آمدی دیجشتی برو تا کمور یک هزار پانزدصد بکره خانه بیتی امور غم یک اولاد تا یک چیز تا بخو این خودم در این بلاک ها که نرم کار بار نکنم یک کالای کونمونه یک چیز نتم اشتکایم لچ میمانه توان قدرت یک جور کالا خریدن نیست دیگه اینه که نرم یک نان من برشان پیدا نکنم کی کات ما کمک میکنه که لو منان برزیا پیدا کنم این مکتب میرن باور کو که در دفعه تو گریان میکنن به خدا یک پنجی پیش ما باشه که مکشه بتون سر مکتب میره مادر بت یک تو تنان یک دوی بت یک دانه مرچک میخریم در سر نان بندازیم بخوریم این به گورو بچیم قسم است که نمی باشه پیش که برشان بتم یک قدر مجبور است این اول دیگه این بلاک ها که میریم یکان فرشه میشویم یکان کالا را میشویم خانه پاکی باشه خانه پاکی میکنم این می کار کارا میتونم هم مادر جان نمی لحظه که هموطنهای ما شما را میبینن از طریق تلویزیون و از طریق برنامه هم نبا چی گفتنی دارین برشان از سرمایه دارا دولت مندا آرزویتان چی است چی گفتنی دارین برشان آرزوی ما همیست کسایی که داره خداوندگان به تیشانه قدر به تیشان که جمع کده نتانه که غریب خود کمک کنه. ما خواست کدام مملکت خارجی نیستیم از کدام جای دیگر نیستیم ما مردم خودش هستیم خیر از بخاطر که ما سیاسر هستیم مرد در خانه نداریم کاریگر نداریم خود می رقم تکلیف دارم اگر از دستشان میشه بر ما کمک کنن که کتمی خوارای خود کمک کنن خیر از سیاسرشان است که با بروزت باشن یک چیز کمک کنن که از این فقر بیچارگی برای ما یک دوا غذای خدا بگیرم که خوب شوم ما بتانم بر ازیو یک کار کده یک چیز پیش بردن چیز که ازشان میشه خودشان میبینن دیگه از طریق تلویزیون خدا مهربان است مادر جان هموطنهای نازنین خانه هر هموطن ما که ماه مبارک رمضان رفتیم هر کدامشان هر رقم مشکل داشتن اما این مادر ما بیچاره بغلش دیگه به حساب براتون بگویم سرطان داره و دخترک های جوان در خانه شوهرش معتاد نانآور خانه نداره خودش اگر کار میره خانه مردم میکنه خب اونا تر مشکلات و درد و تکلیف برش زیادتر بیشتر پیش میه مریض هستن نسخایشان تمام معایناتشان اینجا خداوند هیچ پدر و مادر از سر اولادایش کم نکنه و مادر جان خداوند شما را همچنان از سر اولادایتان کم نکنه چرا که فعلا شما هم پدرشان زنده باشه اما شما فعلا هم پدر هستین برای اولادایتان هم مادر هستین و اگر مریض هم هستین تکلیف دارین اما چی میگن یک خانم بسیار باش آمد هستین که تا خودتان میگین تا که نفس میکشم تا که زنده هستم خب یعنی به خاطر اولادای خود کار میکنم و زحمت میکشم به خاطر دو تا سیاسر جوان است خردایشان که دمی دو تا بسیار مرا رنج میده به خاطر که جوان است بیابرو نشم دستشان پیش کس دراز نشه دیگه این همه قمه میتر مزده کسایی که مرا میبینن از تلویزیون به خاطر منی به خاطر دو تا سیاسر جوانم که بیابرو بیزد نشه هیچ کس چون میشه بر مکن انشالله مادر جان هموطنهای ما کمی لحظه شما را میبینه حتما هم رایتان تماس میگیرن حتما هم رایتان کمک میکنن چیزی که ما دست ما میرسه ما براتان میکنیم و چیزی که هموطنهای ما دستشان پور است و میتونن براتان کمک کنن اونا براتان کمک میکنن و امیدوار هستم که برکت از این ماه مبارک رمضان شما تحت یک حالتی که بسر میبرین و مشکلات زیاد دارین انشالله که این حالت از سرتان دور میشه تشویش نکنین
مادر جان برخورد شوهرتان خوب میگین وقتی که میایه شما را لطو کوب میکنه همراه اولادایتان برخورد شوهرتان چی رقم است؟ هیچ اول اینم چیزی که همراه خودم است همراه اولادای ما هیچ تو فکر نمیکنه که من اولاد دارم خانه دارم اونم ده فکر اونم پیسه است که اگه پیسه بتینش اونه خوب است اگر نتیش اونه زدنک کندنک میکنه پس میخیزم میره خلاص اینم قسم از برخوردش برخورد یک آدم متاد چی رقم میباشه شما را نمیبرین خوراکای عزیز که میبینین پدرتان ده تو یک حالت از متاد است مادرتان مریض شما خودتان جوان خوراکای خور و بیادر خورد و ریزه دارین وقتی طرف حالت زندگیتان میبینین این خانه این روزگار چی رقم احساس میکنین؟ احساس بد میکنین دیگه مثل که میبینین بیاد چین همسن دای ما که از مکتب میرن لباس خوبش میپوشن اینا شتوکای خردشان در خانه زندگی میکنن در بلاک زندگی میکنن ما را که نمیجه بلند منزل والا است که گب میزنه میگه بخی بخی شما چیه خیمه یستی نیستی آل چی آمده سر ما گب میزنین اینا خود ما هم دیگه از این کل چیز هم کردن مادرم جور شوه نگیشن خیر از خدا میره بانه شیش از زیرم خیمه بریم که سیاسر جوان هستیم انشالله بخیر چرا براتان میگه که شما خیمه هستین چرا؟ خب میگه شما مردار خور هستی خیمه هستی نداری چیزی والا بلاغ هستی شتی اگه او شور که میریم تو اگه پای میزنن ایجا خواه نداره میریم اگه بشکرده بشکرده در کراچی من دازم که تو دخترک میریم بچیم بعد از دسترک خیلی کراچی رو تو بگی در دستت مکتت میریم اما تو میریم از زیر بلاکا و شیرین میریم برخوردن باز از ایجا میریم از زیر بلند منزلا پایپا میکشن او شور از برکاشی و چیز از او شور استفاده میکنیم که واسمونه میرسه در او شیرین باز اونمو وقت که میریم تیر بیر میشه مو دختر غال مغال نکو یا کراچی تزیرا نبیار شما خیمه یای مردار خورا بسیاری وقت میم خیر از بچه مرچی رو بان راست میگه حال خداوندی روز آورده دگه او که در بلند منزل زندگی میکنه خداوند رو هم دیده ما که اینجا زندگی میکنیم ما رو میبینه ببینیم که چی میشه خداوند هدایت بده هموطنای ما را هموطنای عزیز وقتی که شما دارین شکر خداوند برکت برتده آل مالتان اما شما حق از زیر ندارین که یک کسی که بی بضاعت می باشه کسی که نادار بیچاره می باشه مجبور می باشه او را تحقیر و توهین کنین اگر دست خیرتان برای کس نمی رسه حداقل کسی را هیچ حق ندارین که توهین کنین یا تحقیر کنین یا بیچاره بس است که اونمو غریبیشان اونمو طرف زندگی خود که می بینن نقدر رنج می برن اما اگر شما این رقم در مقابلشان باشین فکر کنین نا چی یک احساس میکنن کاملا احساس ناامیدی میکنن فکر کنین برای یک لحظه شما خود در جای از اینا قرار بتین و شما فکر میکنین که یک لحظه تحملشان نخواد بتانین که یا هموطنهای عزیز ما فکر کنین سیاسرهایتان آیا میمانین که مسالبر خانه مردم کار کنه نمیمانین کسایی که سرمایه دار هستین شکر خانمتان از خانه نمیمانین که برای و ببینین که مادر سرطان داره عملیات کرده اما باز هم دوباره امی مشکل برش پیش آمده اما باز هم بیچاره میره کار میکنه زحمت میکشه به خاطر دخترکای جوان خود و به خاطر اولادای خود شوهرش هم معتاد است حداقل هیچ چیز نمیتونین یک لبخند برشان عدیه بدین یک خوشی یک احساس خوشی برش بدین در زندگی پول و ثروت دارایی چیزی نمی باشه اما یک لطف خوش انسان یک محبتی که آدم برای هموطن خود میده یا برای یک کس میده که واقعا نیازمند میباشه اول لطف خوش انسان همه چیز میباشه برای انسان بعد از او اگر توان کمک دارین خب برشان کمک کنین خب نور علا نور اما اگر ندارین لطفا خواهش میکنم امروز اگر اینا در این حالت هستن تو روز نشه که خداوند امی قار و غضب خود سر شما بیاره و شما در اتو یک روز باشین که بازی روز یادتان بیاره ولی ما چی کردیم خداوند برای ما داد اما ما قدرش نفهمیدیم اما قدر و عزت که شهرت و نام و پول و هر چیزی که خداوند برای شما داده همون رو حفظ کنین و از پالوش گوش کنین که برای هموطنهای ما هم کمک کنین مادر جان در ماه مبارک رمضان هم کار میکنین؟ بله یا کار که نکنیم چی بخوریم خیلی کار میکنم هر وقت که بگه شب و روز بگه صدا کنه میرم کالاشویی فرشویی هر که بگویم داشته باشن باز برم اول میتن خاله یا شتکک های خاروی میکنم برم نماینده ما بیچاره مو معرفی کدم مرا که نمیزنه که اینم قسم مشکل داره باز میگه کم خاله روان که امروز اینی کاره داریم یا میمانداری داریم بیا کت ما کمک کنه یا اینی چیزا بوشو یا ایجره پا کنه باز میرم اونه خیر بینه بیچاره نونمون اگر چیز شانمون مانده باشه میتن برم
یکون کالا مالای کونیشانم مانده باشه برام میته به مشتکه که چند دفعه اونم بچگه که کتون دختر بردیم همون جنگلی های بلاکار اگه ما پایین میکنم من باز کراچی رو برده نمیتانم باز در کراچی من دازم دولایشان خالی میکنم همون گک میبرم طرف چیز میکنم مشتکه های مکالشان مشناسه باز برای زمین که کالا مالای کونیشانه یکون چیزشانه یک صد پینجو یک دستشان شای برشان میته که بچیم نان بگیریم دیگه در صحابه که این از وقت روزا آمده اینه با خدا باور کنی که یک روز اگر من یک دوتا یخ گرفته باشم مرز یا که باشی یا روزه گرفتن خیر است یا یک چیز اونا بیچاره کمک میکنن میتن از یک چال یک دوتا یخ هم برم روان میکنن اون یک چیز باشه دوا یک چیز کار میشه همه خیر خاله باش به خیر موقع یک چیز میتیم خب خداوند خیر بتا مو هم وطنهای ما را واقعا که دست خیر داره خدا مهربان است بازم مادر جان هم وطنهای ما شما را دیدن مشکلات زندگیتان و دردی که شما دارین و مشکلی که شما دارین همه ما او را احساس میکنیم شریک شما هستیم دیگه امروز ما آمدیم که امرایتان افطار کنم هر چیزی که شما دارین و میخواییم امرایتان افطار کنم بینده عزیز ای بود برنامه همنوا که تقدیم شما نازنینان شد ما از طرف تلویزیون خورشید مادر جان یک مقدار مواد خوراکی است که فعلا بر شما آوردیم او را بر شما تقدیم میکنیم دیگر هموطنان نازنین باز هم تشکر میکنیم از سپانسر برنامه شرکت آلیفورد با بیش از 35 سال تجربه بزرگترین تولید کننده آب میوه های طبیعی شربت آب میوه های گازدار و نوشیدنی مال در سایز ها و بسته‌بندی های متفاوت از ایران می باشد که لذت و سلامتی را برای شما ارمغان می آورد سنیچ و دیگر ایچ و شماره تماسی که در جریان برنامه دیدین از خود مادر جان می باشم می تونین مستقیم امرش به تماس بگیرین لطفاً کمک کنین که مادر جان دوباره جور شوند بخیر و شماره تماسی که فعلا میبینین در پرده تلویزیون شماره تماس هم نواز از همکارای ما که اگر کدام خدمت باشه یا کدام همکاری باشه ما در خدمت شما میباشیم همیشه هم نمای بینوایان باشیم.